اجازه بدین که به یک مثال نگاهی بندازیم. این یک مجموعه داده شامل پاسخهایی به بازخوردهای کارگاهیه که ما توی مدرسه داده استفاده کردیم. من میخوام که یک تحلیل ساده جنسیتی روی این داده ها انجام بدم. قبل اینکه تحلیل رو شروع کنم، اجازه بدید که به پاسخها نگاهی بندازیم. اونا کمی گیج کننده به نظر میرسن. به نظر میرسه که افراد جنسیت خودشون را با املاهای متفاوتی نوشتن. برای معنیس چهار پنج املای مختلف وجود داره. اما این چه معنایی برای تحلیل من داره؟ اجازه بدید که با استفاده از یک جدول محوری داده های جنسیت رو خلاصه کنید. شما میتونید درباره استفاده از جدول های محوری توی دوره دیگه ما با عنوان تمیزکاری و تحلیل داده ها بیشتر چیز یاد بگیرید. بنابراین ما میتونیم به وضوح ببینیم که املاهای متفاوت چه تأثیری روی تحلیل داده های ما دارن. برای استخراج اطلاعات درباره درصد معنس و مذکر بودن شرکت کننده ها من باید وقت زیادی برای تمیزکاری این داده ها صرف کنم. اما مشکل در کجا بوده؟ بگذارید نگاهی به سوال های پرسشنامه بندازیم. همانطور که میبینید به نظر میرسه که سوال در مورد جنسیت به شکل یک سوال باز مطرح شده. بنابراین وقتی افراد پرسشنامه رو پر میکردن هر چیزی رو که حس میکردن پاسخ خوبیه نوشتن. اما جنسیت یکی از انواع خوب متغیرهایی که میشه مقادیر محدودی به اون نسبت داد و برای همین باید محدود باشه. پس بیایید کمی اعتبار سنجی داده انجام بدیم. حالا ببینید که چطور افراد تنها مجاز به انتخاب بین این سپاسخ هستند. این کار یک مجموعه داده تر و تمیز و قشنگ تولید میکنه که به سرعت قابل تحلیله. پس یادتون باشه که اعتبار سنجی داده بهترین دوست شما در طراحی پرسشنامه هاست. و شما میتونید وقت خیلی زیادی رو موقع تحلیل داده ها جویی کنید.